همراه میشیم دوستان با آقای فرباد رضانیا، کارشناس اقتصادی، برای بررسی علت افزایش قیمت ها با وجود کاهش قیمت دلار و همچنین وضعیت بورس در ایران. آقای رضانیا سلام میکنم خدمتتون. همونطور که میدونین تو روزهای اخیر قیمت دلار تا 23000 تومان هم پایین اومد، البته امروز به 27 رسیده، ولی خب سوالی که مطرحه اینه که چرا قیمت اجناس و کالاها هیچ تغییری نمیکنه؟ مثلا ارز که پایین میاد اما قیمت کالاها همون بالا میمونه، علت چیه این رضانیا؟ منم سلام عرض میکنم خدمت شما و با سلام خدمت همه بینندگان شما، با سلام به همه کانونای شورشی و به همه شورشگران در ایران. خدمتتون که عرض کنم، اول در مورد این پایین اومدن، یه ذره پایین اومدن نرخ دلار، این یه چیزی عبارت اینجا استفاده میکنن بهش میگن دی تریدر. این پایین اومدن های جزئی، نوسانات جزئی قیمت دلار یا هر ارز دیگه ای، برای اینایی که هر روز میخوان خرید و فروش کنن یه سود جزئی ببرن و اینا، برای اونا شاید جالب باشه، ولی برای بررسی اقتصادی در حقیقت در دراز مدت باید دید. در دراز مدت یعنی که علی رغم این نوسانات یه کمی پایین و بالا، در طول دو سال گذشته قیمت دلار در ایران 3 یا 4 برابر شده. اینه که در حقیقت یه سری رژیمی ها و خود داردسته لابی رژیم میخوان از این پایین اومدن اتفاقی قیمت دلار استفاده کنن، بگن که مثلا وضعشون بهتر شده و از این دکونی باز کنن. اتفاقا رابطهش با همین قضیه قیمت ها که میگید جالب بودنش در همیه که بالا رفتن قیمت ها رو با بالا رفتن قیمت دلار در حقیقت میخواستن مربوط بکنن و بندازن گردن بالا رفتن قیمت دلار. ولی حالا که قیمت دلار ظاهرا داره میاد پایین، بازم این قیمت ها میره، قیمت اجناس همینجوری میره بالا. چرا بالا میره؟ قیمت اجناس اگر یه جنسی وارداتی باشه، باید دلار بدی برای که بخری و واردش کنی، اون جنس قیمتش ربط به دلار پیدا میکنه، ولی جنسای تولید داخل و همینطور یه چیزایی مثل مسکن، طبق گفته روزنامه های خود رژیم، مسکن 95% هزینه های ساختن و تهیه مسکن ریالیه، یعنی هیچ چیز دلاری درش نیست. در نتیجه بالا رفتن این قیمت ها در حقیقت ربطی به دلار نداره، اینا ربطی به خارج نداره، ربط به مافیاهای حکومتی داره که در شریانای اقتصادی کشور، شریانای تجاری کشور، همش دست سپاه پاسدارانه، همش دست ایادی خود خامنه ای هست. بله. و بالا بردن قیمت ها برای پر کردن جیب خودشون هست مطلقا. بله آقای رضانیا، من می‌خواستم از بورسم و وضعیت بورس کشورم ازتون سوال کنم، اما امروز شاهد اعتراض سهامداران بورس تو تهران بودیم. ابتدا می‌خواستم بپرسم که علتشون، علت اعتراضشون چی بوده، خواسته هاشون چی بوده و در کل وضعیت بورس کشور توی چه وضعیتیه؟ این بورس کشور، بورس جالبه، اگه یادتون باشه یک چند هفته پیش در این مورد بحث کردیم. بازار بورس تهران از شروعش تا خاتمش کلاهبرداری، هیچ چیزی غیر از کلاهبرداری نیست. یعنی شما بازار بورس هر جای دیگه دنیا که نگاه کنید، بازار بورس خاصیتش اینه که باید شفافیت داشته باشه، باید شفافیت داشته باشه و باید مستقل باشه، یعنی تحت کنترل دولت یا تحت کنترل منافع خاصی نباشه. همه اینا مستقل بودن و شفافیت برای چیه؟ برای یه که جلوی فساد در حقیقت وارد بازار بورس نشه. حالا توی ایران اشغالی فاسدترین عناصر دارن بازار بورس رو میگردونن، رژیم خامنه ای، سپاه پاسداران دارن بازار بورس رو میگردونن. اینا تو بازار بورس یه سری سهام به مردم فروختن، سهام شرکت‌های ورشکسته، سهام شرکت‌هایی که سپاه پاسداران و ایادی خامنه‌ای همه این شرکت‌ها رو ورشکست کردن. خب حالا سهامدارا، مردم بیچاره‌ای که مجبور رفتن این گول در حقیقت اینو، این سهامو خریدن برای که پولاشونو حفظ کنن، پولاشون از بین رفته،
به علاوه این که اگه یادتون باشه خود عوامل همین روحانی و دولت آخوندی موقع بورس که موقع سرمایه گذاری توی بورس که بود گفتن چی؟ آره پولاتون رو میارین به مردم، گفتن که پولاتون رو میارین میذارین توی بورس اطمینان، یه موقع میبرین یه موقع هم میبازین، که یه موقع بردن درش پیش نیومد و برای مردم فقط شد باخت. سپاه پاسداران، ایادی خامنه‌ای و مافیاهای حاکم جیب مردم محروم و از اونم که بود خالی تر کردن و سرمایه های مردم رو ریختن توی جیبای خودشون و برای خارج کردن از کشور در حقیقت. بله ولی قضیه بازار بورس فقط از اول تا آخرش به این سادگیه که کلاهبرداریه، کاری که رژیم میخواد بکنه و لابیای رژیم این که ادای اینو میخوان در بیارن که بازار بورس تهران رو مثلا میشه با بازار بورس نیویورک مقایسه کرد، در حالی که بازار بورس تهران از بالا تا پایینش فاسد، گرداننده هاش رژیم فاسد آخوندیه و اساسا بازار بورس حساب نمیشه. برای همین هم هست هیچ سرمایه گذار خارجی اساسا توی بازار بورس تهران وجود نداره. بله آقای رضانیا ازتون بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردیم و نکاتی که فرمودین. خیلی ممنون و خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما. منم تشکر میکنم.